دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در پنجم مهر ماه گذشته فاش کرد بنا به گزارش‌های رسیده از درون رژیم آخوندی، نیروی تروریستی قدس و سفارت رژیم در بغداد به دستور خامنه‌ای و با یک بودجه کلان در صددند با تهیه یک فیلم حقایق درباره اشرف را وارونه جلوه دهند. آنها مذبوحانه تلاش می‌کنند با خشم و نفرت جهانی از جنایت‌های رژیم و مأموران و مزدورانش در عراق علیه اشرف مقابله کنند. به خصوص که انتشار نظریه گروه کار بازداشت‌های خودسرانه ملل متحد ژوئیه 2012 و شهادت تکان دهنده یک مقام ارشد یونانی در کنگره آمریکا سپتامبر 2012 انزجار جامعه جهانی را مضاعف کرده است. رژیم آخوندی در این فیلم مسخره که با کمک نیروهای عراقی تولید می شود می خواهد نشان دهد دولت و نیروهای عراقی با ساکنان اشرف رفتاری انسانی و دوستانه داشتند و به حقوق آنها احترام گذاشتند و این مجاهدین بودند که درگیری با نیروهای عراقی و تعرض به آنها را شروع کردند. عوامل وزارت اطلاعات که طی 3 سال گذشته مشغول شکنجه روانی ساکنان بودند در ساختن این فیلم نقش دارند. آنها در روزهای گذشته با اسکورت نیروهای عراقی و با اکیپ فیلمبردار به اشرف رفته و در مناطق اشغال شده مانند مزار مروارید و مجموعه ساختمانی معین و شمال خیابان سعد فیلمبرداری می کنند. احمد خضر و حیدر عذاب دو افسر جنایتکار عراقی که مزدوری آنها برای نیروی قدس بارها افشا شده است و در هر دو قتل عام سالهای 2009 و 2011 شرکت داشتند، تسهیلات ضروری برای درست کردن این فیلم را فراهم می کنند. نافع عیسی و جبار مأموری دو مزدور شناخته شده رژیم که در حملات مختلف به اشرف نقش داشتند نیز در این پروژه شرکت فعال دارند. در 19 فروردین سال گذشته تأسیسات و زمین‌های شمال اشرف در حمله زرهی وحوش عراقی اشغال شد. علاوه بر ساختمان‌ها و کارخانجات شهر اشرف در قسمت شمالی، غسالخانه مزار مروارید و همچنین قصابخانه شهر اشرف در این شمار بود. صنایع اشرف و مزار مروارید و همچنین قصابخانه و نانوایی مانند دیگر اماکن و ساختمان‌های شهر اشرف از سال 2003 تا 2009 میلادی توسط نیروهای آمریکایی و هیئت‌های مختلف بین‌المللی و همچنین صدها هزار تن از مردم عراق مورد بازدید قرار گرفته و فیلم‌ها و گزارشات آن بارها پخش و منتشر گردیده است. اکنون به شمه‌ای از مضحکه بلاهت‌بار آخوندی در شبکه اول تلویزیون رژیم در این باره و صحنه پردازی احمقانه‌ای که با یک مزدور اطلاعات ترتیب دادند توجه کنید. اولین تصاویر از داخل پادگان گورکا، تصاویری دیده نشده از پادگان اشرف که با همکاری مؤسسه دیدبان تهیه شده. اینها نخستین عکس‌های درون اشرف است. از جوخه های شکنجه و ترور اعضای خودی که به اتاق عذاب معروف بود تا تابوتی که برای فرستادن مردگان از برزخ به جهنم تعبیه شده بود، اعضای اشرف این آویزها را هیچگاه فراموش نمی کنند، چرا که هر نافرمانی پاسخش با آویزان شدن از این آویزها همراه بود. من بلند کردن آویزون کردم به یک تیراهنی که اونجا بسته بود. من دستبند یک دست اینجوری میگردشتم، من دستبند داشت جمع میشد، دست من داشت کنده میشد، من فقط داد میزدم گفتم تو را به خدا باستم چرا میزنی آخه شما اشتباه میکنید. راستی اینجا بر روی تابلوی اتاق جلسات تروریست ها کلمه سوریه هم بود. قابل توجه این که کارگردان شوی آخوندی از فرط شتاب زدگی بر روی یکی از سطح تابلویی که در انبار یکی از اماکن پیدا کرده کلمه سودابه را هم سوریه می خواند. ظاهراً وحشت سرنگونی بشار اسد در سوریه به چنین واژگون خانی ابلهانه‌ای راه برده است. راستی اینجا بر روی تابلوی اتاق جلسات تروریست ها کلمه سوریه هم بود.
راستی اینجا بر روی تابلوی اتاق جلسات تروریست ها کلمه سوریه هم بود.